به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده گرامی. از اینکه وقتتون رو برای دیدن این برنامه آموزشی برداری بسیار ممنون و متشکرم. ما در این برنامه میخوایم به بررسی ژورنال های داخلی بپردازیم. ژورنال های داخلی به طور کلی یک سری قوانین کاملا مشترکی دارن که اگر این قوانین مشترک رعایت بشن از طرف شما، مقاله شما به راحتی اکسپت میشه و در اون ژورنال ثبت میشه و شما میتونید بعد از ثبت شدن در اون ژورنال در اینترنت مقاله خودتون رو ببینید، اون مقاله خودتون رو به اشخاص دیگه معرفی بکنید، توی رزومه خودتون بیارید و خب این باعث میشه که تجربه شما در اون رشته تحقیقی خودتون بالاتر و بالاتر بره. من یک پیجی رو برای شما باز میکنم و توی این پیج میخوام به شما یک ژورنال رو حالا به صورت کاملا نمونه و به صورت کاملا جهت آشنایی اولی به شما ارائه بدم. فرض بفرمایید که ما مجله مهندسان مکانیک رو اینترنت سرچ میکنیم. ببینید این مجله یکی از معتبرترین یا در واقع از لحاظ رتبه بندی بخوایم بگیم رتبه اول هست تو کشور ما. یعنی کسانی که اگه بتونن مقاله‌ای رو توی این مجله اکسپت بکنن و اکسپتش رو بگیرن و به چاپ برسونن، واقعا یه اعتباری رو توی کشور ما برخوردن، چون داورانی که توی این نشریه پژوهشی هستن، البته علمی ترویجیش هم هست، این نشریه علمی پژوهشیشه، اینه که داورانی که هستن داوران بسیار قدری هستن، یعنی داوران یعنی اساتید تراز اول کشور ما هستن و کار شما واقعا پروژه یا اون پژوهشی که شما انجام دارید و در قالب یک مقاله در آوردید و توی این مجله به چاپ می‌رسونید باید از حفخان رستم بگذره تا تایید بشه. بنابراین سختگیری های خیلی زیادی توی این مجله وجود داره. خب من این مجله رو چون رشته خودم توی این مهندسی مکانیک هستم و دارم فعالیت میکنم، در مورد این مجله توضیحات زیادی دارم. خب هر رشته ای ژورنال معتبر و تراز اولی رو دارن که شما میتونید ازشون بهره مند بشید. توضیحاتی که میدم یه توضیحات کاملا جنرال هست و همه دوستان میتونن تو همه رشته ها ازشون استفاده بکنن. ببینید وقتی شما یک مقاله رو آماده میکنید باید و باید یک سری نکات رو توجه داشته باشید. اول باید ببینید که این مقاله‌ای که میخواید شما بفرستید آیا از لحاظ اون تایم و زمان بندی که توی ژورنالی که میخواید بفرستید میتونید اکسپتنسش رو یا تاییدیش رو یا اون تایید چاپ برای چاپ کردن این مقاله شما توی این ژورنال آیا به شما تاییدیه دادن، اون تاییدیه رو اون گواهینامه رو شما بتونید توی جلسه دفاع به اساتید خودتون ارائه بدید و اون نمره کافی رو بگیرید یا خیر. این خیلی مهمه، این در درجه اول، چون زمان نباید توی این وسط از بین بره و هدر بشه. خب این از کجا میشه متوجه شد؟ البته این به صورت کاملا معدل گیریه، یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم خب به صورت کاملا متقن بخوایم بگیم که بله مثلا 2 ماه طول میکشه که جواب مقاله بگیم. معمولا به صورت کاملا معدل و حد متوسط هست. من میام چند تا حالا اینجا به این صورت که
که تو اینجا نمیتونیم ببینیم. بیاییم مقاله رو دانلود کنیم. چند تا مقاله رو دانلود بکنیم. ببینیم که این مقالات، حالا هر چقدر تعداد مقالات بیشتر باشه اون تصمیمی که بخوایم براش بگیریم کاملا با اطمینان تر خواهد. خب این خیلی فایده داره. ببینید وقتی ما مقاله رو که باز میکنیم، حالا توی این ژورنال نمی نویسه. ببینید مثلا برای این مقاله وجود نداشت ولی برای این مقاله وجود داره. ببینید تاریخ دریافت 5/11/95، تاریخ پذیرش 24/2/96. خب دو ماه اینجا در نظر بگیریم، یه ماه هم قبل از 96 رو در نظر بگیریم، جمع میشه چقدر؟ میشه 3 ماه. یعنی 3 ماه طول کشید این مقاله پذیرفته شد. مقاله بعدی رو میبینیم 10/11 دریافت شده، 2/6 چاپ شده. خب 6 ماه اینجا، یه ماه هم اونجا، حالا تقریبا میشه گفت 7. این مقاله 9/12/95 دریافت شده، 2/6/96 چاپ رسیده شده، تقریبا 6 ماه. این مقاله 15/1/96 دریافت شده، 30/5/96 به چاپ رسیده شده، پذیرفته شده در. این مقاله چیزی وجود نداره. خب ما از اینجا میشه متوجه بشیم که یه چیزی تو اوردر 6 تا 7 ماه ماکسیموم باید براش در نظر بگیریم که طول میکشه تا مقاله شما پذیرفته بشه و بتونی تو جلسه دفاع ازش استفاده کنی. آیا چنین وقتی رو داری؟ میتونی توی چنین ژورنال های بفرستی و این خیلی مهمه، این نکته رو خیلی توجه داشته باشید. بحث بعدی که توی ژورنال ها هست که معمولا همشون به اتفاق این نکات رو رعایت کردن و این اطلاعات رو در اختیار محققین گذاشتن که بتونن استفاده بکنن، اون هم این هستش که اینجا البته یک سری اطلاعاتی وجود داره ولی اطلاعات نشریه خیلی مهمه. کدوم قسمتش؟ قسمت اهداف و چشم‌انداز ها. این در واقع اون چیزی که شما میخواید. شما باید توجه داشته باشید اینجا ببینید که مقاله که میتونید بفرستید فارسی یا انگلیسی، موضوعات که میتونید بفرستید چیا هست و یک سری اطلاعات کلی که به شما کمک میکنه که این زمینه فعال باشید و بدونید، آگاه باشید و بعد حالا مقالتون رو بفرستید. یا اصول اخلاقی انتشار مقاله یا اعضای هیئت تحریریه، این خیلی مهمه. شما توی اینجا میتونید متوجه شید که این مقاله‌ای که این کنفرانس، این ژورنالی که ببخشید، این ژورنالی که شما می‌خواید بفرستید، این ژورنال واقعا چقدر اعتبار داره. خب شما وقتی که اینجا تمامی هیئت تحریریش رو که دارید میبینید کاملا از اساتید به نام این مملکت هستن، خب دیگه واقعا باید این اطمینان رو دست پیدا بکنیم که این ژورنال پشتش قرصه و خیلی ژورنال بسیار سفت و سختی هست، ژورنال بسیار سختگیری هست و خب اعتبارش هم به مراتب بالاتر خواهد بود. حضور شما عرض شود که توی قسمت این قسمتی که حالا بیشتر خیلی ازش دوستان باید توجه بکنن،
راهنمای نویسندگان. راهنمای نویسندگان بازم اینجا به شما میگه که دستور عملی که برای تدوین مقالات وجود داره رو اینجا توضیح داده، راهنمای ثبت در سامانه رو اینجا توضیح داده، اصول اخلاقی انتشار مقاله رو توضیح داده. معمولا اصول اخلاقی انتشار مقاله اینه که شما در اونجا در واقع معمولا اکثر ژورنال ها میخوان که شما یه نوشته ای رو داشته باشید به عنوان اینکه خودتون اعلام بکنید که این مقاله قبلا جایی ثبت نشده، جایی ارائه نشده، اولین بار هست که در این ژورنال میخواد به چاپ برسه. بنابراین این خیلی اهمیت داره از این بابت. یک مسئله. مسئله بعدی، خب اینجا قسمتی که ارسال مقاله است، شما در اینجا باید ارسال مقاله کنید. البته قبلش باید ثبت نام در سامانه رو انجام بدید. حضور شما عرض شود که قسمت داوران هست که اینجا یک سری داورانی وجود دارن که در واقع تمام اطلاعاتشون تو این زمینه ها وجود داره. شما دیگه کاملا ببینید که داورانی که اینجا هستن آیا این داوران به جای متعلق به دانشگاهی هستن، زمینه هایی که دارن فعالیت میکنن در چه زمینه هایی هست. کل داوران اینجا هستن، شما کاملا میتونید مشاهده بکنید. این یه مسئله. و حالا چیز دیگه ای که توی اینجا میخوام بهش اشاره بکنم، بحث در واقع تماس با ماست که حالا توی این قسمت میتونید وارد بشید و با اونجا تماس بگیرید. خب این اطلاعات کلی بود که معمولا دوستان عزیز که تازه وارد درس مقاله نویسی میشن کمتر اطلاعات دارن یا اصلا توجهی نمی کنن و خب این باعث میشه بعد گذشت یه مدت زمانی متوجه بشید که مقالتون بنا به دلایل متعدد رد بشه و خب اینجا وقت و زمان شما هدر میره. امیدوارم که از گفته های من استفاده کافی رو برده باشید. آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما.